استادک من رو گل پایگانی در لندن کولاک کرد برای نخستین بار. استاد یه کنسرت نه یه بزرگ داشتی که برشون فراهم اومده بود رو به گونه جالب و استثنایی اجرا کرد. پس از اینکه با آقای میلاد کیایی خب قطعاتی اجرا کردن، بعد رفت توی مردم، کنار مردم و با مردم توی سالن نشست و کنار اونها آواز خوند، صحبت کرد، شعر گفت و از خاطرات خوش گفت. گلپا یک درخشش در تاریخ موسیقی ایران، یک کسی که با حنجره طلایی خودش نام موسیقی ایران رو در جهان تنین افکن کرد، جهان گشای موسیقی ایران، یک خورشید سوار، اکبر گلپایگانی. استاد میبوسیم شما رو. تو قطع نکن، تو برو، من میخوام برم. تو اصلا قطع نکن، تو من گفتم قطع کن، قطع نکن، اینا خودم خودم مونتاژ میکنم. بابا بس دیگه، قلاش ساکت باشین. نه آری جان، پس این مادر بهروز وثوقی یه فیلم خیلی قشنگی داریم که چنگیز وثوقی عزیزم اینو درست کرده به یاد مادرش که 30 شهریور ما یاد بوده مادرش هست و آبان ما یاد بوده پدرش. ما هم میبینیم پرخاطر است. تو بذار برید، قطعش نکن، قطع نکن. دوستان مهربان، حالا از شما دعوت کنم یک قطعه که دوستان تهیه کردن ببینید که علی خامنه‌ای دیروز تمامی صحبت‌های ما رو در 4 برنامه اخیر که اسرار تشیع و امپراتوری انگلیسی تشیع در جهان رو تشریح کردیم، خود علی خامنه‌ای برای نخستین بار به این اعتراف کرد. میبینینش این فیلم رو ببینید. حالا که آقای خامنه‌ای اینا رو دیدی، من یه توصیه به شما میگم آقای خامنه‌ای، برای اینکه بدونی واقعا شاه کی بود، چون شما گویا شاه رو نمیشناسی، پادشاه خردمند ایران رو بشناسی، از شما و همه اونهایی که شاه رو نشناخته قضاوت کرده و میگن دعوت میکنم که این تکای زیبای سخنان و گفته ها و مصاحبه اون رو ببینید تا بدونید محمد رضا شاه کی بود. پسرم خب نمیخوای برم این دیگه زیاد میرم. درود بر خورشید سواران، درود بر مهمان یاران، درود بر یاران موافق. حالتون چطوره؟ خیلی سریع برنامه رو بایستی بریم، صحبت زیاد هست و وقت خیلی تنگ و کم. درود دارم به کارگردان برنامه های امیر شهرتی، آقای وارتان عزیزم. آرزو دارم همیشه شاد و خوش و پیروز باشید. مهمان یارانی که هر کجا نشستید و ما رو میبینید، یادتون نره که از mehtv.com میتونید همه آرشیو ما رو ببینید. در 4 برنامه گذشته توضیحات مفصلی دادیم در رابطه با امپراتوری شیعه. به زبان فرانسه این برنامه رو من رفتم و از شما دعوت می‌کنم اونایی که ندیدن حتما این آرشیو رو ببینن. میدونید امروز میخوام لب به این قضیه رو بگم و راز و رمز اصلی این امپراتوری شیعه در جهان رو امروز میخوام برای شما تشریح کنم. آخه نمیشه که الکی یک امپراتوری درست بشه تو این 40 سال. این یه پیشینه تاریخی داشته و امروز با هم میبینیم که این پیشینه تاریخی از کجا میاد و چه کس و چه قدرت جهانی پشت سر اون بوده. دو دارم به برادرم مهندس امیر شجره نازنین، دبیر کل این تلویزیون و این دانشکده جهانی که واقعا تبدیل شده به دانشکده تلویزیون پارس، درس میآموزیم هر روز و هر لحظه از این. درس امروز ما در رابطه با این است که چه کسی، چه قدرت جهانی پشت سر امپراتوری شیعه است. این امپراتوری شیعه که در چند برنامه اخیر تشریح کردم، ببینیم که چه کسانی یا چه کشوری یا چه قدرت جهانی پشتش. ببینید در زمان صفوی و عثمانی که دو قدرت بزرگ جهانی از اسلام شکل گرفته بود، اروپا و به ویژه به رهبری انگلیس در این اندیشه و فکر بودند شدند که بیان این را دوتا رو متلاشی کنند. بدین رو صفویه رو تقویت کردند و در برادران شرل کتابشو ببینید بخونید و دیگر اسنادی که هست و در اون مقطع با ساختن تشیع و اقتدار دادن نظامی به تشیع تونستین با عثمانیان مقابله کنن و عثمانیان رو بعد از جنگ های متمادی و چند دهه متلاشی کنن. این موفقیتی که انگلیس در ساخت تشیع داشت برای زدن عثمانیان،
دیدن که بهانه خیلی خوبیه. اونجا قدرت پادشاهی بود، اونجا قدرت پادشاهی بود. اما بعد از اون سالها گذشت و بعد انقلاب در زمان قاجار یک سری تحولاتی به وجود اومد که استعمار انگلیس رو که ببینید هند و تمام این خاورمیانه و جاده ابریشم زیر اقتدارش بود از بین می برد. در اونجا بود که با وارد شدن به نهضت مشروطیت اینها اومدن آیت الله بازی رو درست کردن. در رابطه با ساخت آیت الله و روحانیت توسط بریتانیا العظما که بعد اینا شدن آیت الله العظما، من در کتاب‌های مختلفی که نوشتم قرآن سرودی به سبک پارسی دینداری و خردگرایی من با خدا رقصیدم توضیح دادم. شما میتونید کتاب‌ها رو بخونید و این اطلاعات رو به دست بیارید که ببینید چگونه در نهضت مشروطیت اینها روحانیت ساختن. این روحانیت توی آب نمک بود. فضل الله نوری که اونجا کشتن اینا نتونستن اونطور که میخوان به خواسته خودشون برسن، ولی ادامه داشت قضیه، ادامه داشت قضیه یاران و دوستان مهربان تا اینکه این انقلاب سیاه سال 57 آفریده شد. و اینجاست که من میخوام به شما چند مورد رو در رابطه با اسرائیل و ضدیت این تشیع و این امپراتوری شیعه با اسرائیل و یهودی ها رو بگم که ریشش ریشه انگلیسی است. انگلستان میدونید که از جمله کشورهایی بود که در سازمان ملل متحد به تأسیس دولت اسرائیل رأی نداد. چه سال 1947 که تقسیم با فلسطین بود و چه 1948 که اینها استقلال خودشون رو اعلام کردن. انگلیس همواره مخالف این قضیه بود. استاد سیف الدین نبوی با من مصاحبه کرده، به عنوان دانشجو وارد حیفا میشه از فرانسه و این باید مصاحبه رو گوش کنین، خیلی توضیح دادن. میگه که یهودیایی بودن که پنهان بودن توی کشتی، انگلیسی‌ها اینا رو کشیدن بیرون و وقتی انگلیسی‌ها اینا رو کشیدن بیرون از توی کشتی در حیفا همه رو کشتن. اون همان شبی بود که دولت اسرائیل استقلال خودش اعلام کرد. جنرال انگلیسی میاد سخنرانی میکنه. سیف‌الدین نبوی دانشجو اونجا شاهد بوده، برای من تعریف کرد و